تصور کن یه لایه از آیتم‌های مجازی رو روی دنیای واقعی ببینی و بتونی باهاشون تعامل برقرار بکنی. دیگه نیازی نیست 3 تا مانیتور بخری. صرفاً کافی تصویر مجازی 3 تا مانیتور رو روی دیوار اتاقت بندازی و با هر 3 تاشون به صورت جداگونه و بدون نیاز به موس و کیبورد کار بکنی. شبیه سناریوی فیلم‌های علمی تخیلی شد نه؟ این ویدیو رو با ما همراه باشید تا ببینیم توی رویداد بزرگ WWDC پیش رو چه محصولاتی قرار معرفی بشن. از جذاب‌ترین محصولش یعنی هدست واقعیت ترکیبی اپل هم بیشتر بهتون میگیم. ویدیوی چند ثانیه پیشی که دیدیم توی فیلم‌ها قبلاً در حد ایده بود، ولی الان هدست‌هایی داریم که با فناوری باحالی به اسم واقعیت ترکیبی میتونن یه لایه از آیتم‌های مجازی رو روی دنیای فیزیکی بندازن. متا مالک اینستاگرام هدست واقعیت ترکیبی داره، ولی به دلایل مختلف این هدست هیچ وقت نتونست به فروش خوبی دست پیدا بکنه. وقتی اسمای بزرگ به بازارهای جدید ورود میکنن همیشه شاهد اتفاقای مهمی هستیم. اپل نزدیک به یه دهه توی رویای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بوده. این شرکت که با تولید آیفون تونسته دنیا رو تکون بده الان دنبال تکرار همون موفقیت. این بار نوبت بازار هدست های واقعیت ترکیبی رسیده که مزه فرمولای هیجان انگیز اپل رو بچشه. با استناد به اون چیزی که افشاگرای خوش سابقه میگن، اپل 15 خرداد اولین نسل از هدست واقعیت ترکیبی رو توی مراسم WWDC رو نمایی میکنه. هدستی که قراره خیلی گرونتر از حد تصور باشه و با قابلیت‌های جدید یه بازار متفاوت و نسبتاً نوپا رو هدف قرار بده. هدست واقعیت ترکیبی اولین محصول کاملا جدید اپل در دوران رهبری تیم کوک محسوب میشه و میتونیم ازش به عنوان میراث کوک یاد بکنیم. تیم کوک به شدت برای هدست اهمیت قائله و گزارش ها میگن که توی یه برهه زمانی با وجود مخالفت تیم طراحی اپل روی رونمایی هدست تاکید کرده. هدست واقعیت ترکیبی اپل احتمالاً اسمش ریالیتی پرو باشه و بدون شک یکی از مهمترین محصولات تاریخ این شرکت محسوب میشه. اپل با ریالیتی پرو خودش رو برای دوران پسا آیفون آماده میکنه، دورانی که مردم از طریق هدست و عینک با دنیا ارتباط میگیرن و نه گوشی‌های هوشمند. در واقع هدست اپل قراره توی سالهای نچندان دور جایگزین آیفون بشه. آیفون خب پولسازترین کسب و کار اپله و به تنهایی 10 میلیارد دلار درآمد به جیب اپل میریزه. واسه همین جایگزین شدنش با آیفون فرقی با شکستن شاخ غول نداره. ریالیتی پرو قراره یه هدست رده بالا با قیمت حدود 3000 تا 4000 دلار باشه. این قیمت باعث میشه که هر کسی خب نتونه ریالیتی پرو رو بخره دیگه. خود اپل هم میدونه که توی نسل اول قرار نیست شاهد فروش زیادی برای ریالیتی پرو باشه. هدست واقعیت ترکیبی اپل چند تا دوربین خارجی و داخلی داره تا حرکات دست و چشم‌های کاربر رو تجزیه و تحلیل بکنه. به لطف این دوربینا میتونین با چشم خودتون گزینه‌های مجازی رو انتخاب بکنین بدون اینکه نیاز به حرکت دست باشه. این هدست دو تا نمایشگر خفن با وضوح 4K هم قرار داشته باشه که ظاهراً سونی تولیدشون میکنه. گفته میشه که اپل به شدت روی نرم افزار متمرکز شده تا از پتانسیل های سخت افزاری هدست نهایت استفاده رو ببره. فیس تایم توی هدست بازطراحی میشه و چهره و بدن فردی رو دارید که باش حرف میزنید توی محیط مجازی در واقع رندر میکنه. میگن که هدست واقعیت ترکیبی اپل یه سیستم عامل جدید به اسم XROS داره که شامل اکثر قابلیت‌های iOSه. وبگردی سافاری، دیدن عکس تو گالری، بررسی ایمیل و فرستادن پیام توی iMessage همه و همه قابلیت‌هایی هستند که به هدست اضافه میشن و در واقع قرار میگیرن، ولی به شیوه سه‌بعدی و هیجان انگیزش. یکی از نقاط ضعف هدست اپل اینه که باتری خارجی داره. این طراحی باعث میشه هدست سبک‌تر باشه که خب طبیعتاً چیز خوبیه، ولی باتری خارجی یعنی همیشه یه سیم از هدست آویزونه. این سیم به باتری وصل میشه و باتری رو باید توی جیبتون بذارین. یه چیز دیگه این که باتری فقط 2 ساعت شارژ نگه میداره که واقعا کمه دیگه. به خاطر همین میگن که اپل ممکنه باتری پک جداگونه با قیمت 100 دلار بیاد بفروشه. 15 خرداد وقتی هدست معرفی شد، حالا بیشتر در موردش باهاتون صحبت میکنیم. بچه‌ها توی WWDC خب قراره چند تا محصول و سرویس دیگه هم رونمایی بشن دیگه. یکی از اصلی ترین محصولاتی که منتظر رونماییش هستیم مک پرو 2023 اپله. اپل 2 سال قبل پردازنده اختصاصی برای مک معرفی کرد و قول داد که مهاجرت رو توی 2 سال بیاد تکمیل بکنه و خب نتونه سر حرفش بمونه. مک پرو تنها کامپیوتر اپله که هنوزم پردازنده اینتل داره. دیگه وقتش رسیده که مک پرو هم پردازنده اختصاصی رو دریافت بکنه تا این مهاجرت اپله دیگه تکمیل بشه. مک پرو یه سیستم فوق‌العاده قدرتمند و مناسب کاربرهای عادی نیست.
شایعه ها میگن مک‌پرو 2023 پردازنده گرافیکی 76 هسته‌ای و پردازنده مرکزی M2 اولترا با 24 هسته داره. مک‌پرو محصول مورد انتظاریه، ولی آخرین شایعه ها میگن که ممکنه توی مراسم WWDC معرفی نشه. فعلا همیشه در حد حدس و گمان دیگه، و برای دنبال کردن آخرین خبرهای مک‌پرو توصیه می‌کنیم که هر روز زومیتو چک بکنید. توی مراسم جدید اپل احتمالاً مک‌بوک ایر 15 اینچی هم معرفی میشه. اپل قبلا هیچ وقت مک‌بوک ایر رو به نمایشگر 15 اینچی مجهز نکرده. بعضی از شایعه ها میگن مک‌بوک ایر جدید پردازنده 3 نانومتری M3 رو داره، ولی ممکنه M3 وارد این لپتاپ نشه. مک‌بوک ایر 15 اینچ از همون طراحی جدید مک‌بوک ایر M2 استفاده میکنه و اپل میخواست مک‌بوک ایر 15 اینچ رو پارسال معرفی بکنه بچه، ولی مشکلات زنجیره تامین اجازه نداد بهش. این لپتاپ احتمالاً یه مدل سفارشی از پردازنده M2 رو استفاده میکنه. اپل قبل از پایان 2023 مک‌بوک ایر 13 اینچ جدید رو با پردازنده M3 معرفی میکنه. اپل احتمالاً میخواد توی WWDC آل این وان آیمک 24 اینچ رو هم آپدیت بکنه. انتظار میره این آیمک طراحی مشابه نسل قبلی رو داشته باشه و توی رنگ‌های متنوعی به بازار بیاد. ممکنه توی مراسم اپل شاهد معرفی مک‌بوک پرو 13 اینچ جدید هم باشیم. کنفرانس های WWDC معمولا تمرکز اصلیش روی نرم افزاره. با قطعیت بهتون میگم که توی این مراسم قرار شاهد معرفی iOS 17 باشیم. افشاگرا میگن iOS 17 زیاد تغییر نمیکنه. احتمالاً توی این سیستم عامل مثلا کنترل سنتر آیفون باز طراحی بشه و یه سری تغییر توی آی مسیج و بعضی از اپلیکیشن ها مثلا ببینیم. مهمترین تغییر احتمالی iOS 17 اضافه شدن فروشگاه های متفرقه به این سیستم عامله. در حال حاضر خب اپل به فروشگاه دیگه اجازه فعالیت نمیده دیگه و اپلیکیشن ها باید روی اپ استور منتشر بشن. اضافه شدن فروشگاه های متفرقه اتفاق فوق العاده مهمیه، مخصوصا برای ما ایرانی ها، چون اکثر اپ های ایرانی توی اپ استور وجود ندارن. البته میگن که ممکن این اتفاق فقط توی اروپا بیفته، اونم تازه با تحمیل هزینه اضافی به توسعه دهنده. اینم آخر ویدیو بگم که توی مراسم 15 خرداد نسخه جدید macOS، iPadOS، watchOS و tvOS هم احتمالاً معرفی میشن. فعلا جزئیات خاصی از این سیستم عامل ها لااقل تا الان که بیرون نیومده، ولی خب متوجه میشیم دیگه تا 15 خرداد که چه اتفاقی قرار باید بیفته. دمتون گرم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. دوست دارم بدونم که به نظر شما جذاب‌ترین محصول و حالا سرویسی که میتونه معرفی بشه داخل این رویداد چیه. من که خودم فوق‌العاده منتظر هدست خفن اپل باید باشم، ببینم که چه هدستی میتونه باشه. همین، مراقب خودتون باشید و حرف دیگه نمونه و خیلی مخلصم.